سلام به نظامی دوستان عزیز و دوستداران مطالب نظامی ایران و جهان. به برنامه دیگه از نظامی ترین رسانه یوتیوب فارسی خوش اومدید. لطفاً به یوتیوب بیایید و تنها صفحه رسمی حاشیه نیوز رو دنبال بکنید تا خانواده حاشیه نیوزی ها بزرگ و بزرگتر بشه. نمایشگاه روسیه مکانی بود که در اون علاوه بر تجهیزات ایرانی که رخ نمایی کردن، جلسه دو تا از سران بلند مرتبه نظامی ایران و عربستان رو هم به دنبال داشت که توجه ها رو خیلی به خودش جلب. ایران در این اواخر با عربستان جلسات و صحبت‌هایی رو شروع کرده که به عنوان مکانی که درصد عظیمی از نفت جهان از این منطقه خارج میشه، این جلسات و ایجاد روابط میتونه تأثیر بسیار زیادی در شرایط و وضعیت جهان داشته باشه. به دلیل همین اهمیت استراتژیک توی این برنامه میخوایم به این جلسه سران نظامی این کشورها و پیامدهای قراردادهای نظامی اعراب با ایران بپردازیم. با ما تا پایان همراه باشید و اگه تا حالا به جمع ما نیومده بودید، کلید لایک و سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. توی تاریخ 25 خرداد ماه، مقامات نظامی ایران و عربستان سعودی در محل برگزاری یک کنفرانس امنیتی در مسکو پایتخت روسیه به دیدار هم پیوستند. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط حساب کاربری وزارت دفاع عربستان در شبکه اجتماعی توییتر، تلال عبدالله العتیبی جانشین وزارت دفاع این کشور با سرتیپ عزیز نصیرزاده جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حاشیه 11 کنفرانس امنیتی بین المللی مسکو که توسط وزارت دفاع روسیه برگزار میشه دیدار و مذاکره کردند. نماینده نظامی وابسته به سفارت ایران در روسیه هم به خبرگزاری ایرنا اعلام کرده که این نشست رسمی اولین باری هستش که مقامات نظامی ایران و عربستان سعودی بعد از بهبود روابط دو جانبه به گفتگو پرداختن. توی تاریخ 19 اسفند سال گذشته با واسطه‌گری چین، ایران و عربستان توافق برای احیای روابط دیپلماتیک بین دو کشور رو به عمل آورده بود. این توافق منجر به بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ریاض در تاریخ 11 خرداد از سال جاری شد. از اون زمان تا به حال مقامات دو کشور دیدارهایی برگزار کردند. خبرگزاری ایرنا هم در خصوص جزئیات این دیدار اضافه کرده که در این جلسه نمایندگان دو کشور با تاکید بر اراده جدی برای اجرای توافقنامه اخیر در زمینه احیا و توسعه روابط به اهمیت اون پی بردن و اون رو با تاکید بر تحقیق منافع ملت‌ها، منطقه و جهان اسلام ارزیابی کردند. این گزارش اضافه کرده که در این جلسه مقامات نظامی ایران و عربستان با تاکید به نقش حیاتی نیروهای مسلح توی این فرآیند ادامه دادن مذاکرات و تدوین طرح‌ها و راهبردهای مؤثر در این زمینه را امر ضروری دونستند. همچنین به گزارش ایرنا توی این دیدار تصمیم گرفته شد تا نمایندگان نظامی دو کشور برای ارتقای تبادل اطلاعات و همکاری‌های مشترک در اسرع وقت در محل مأموریت مشخص مستقر بشن. روابط بین تهران و ریاض از دی ماه سال 1394 بعد از حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد به تعلیق درآمد. در سال‌های اخیر تنش‌ها بین این دو کشور به ویژه بعد از حمله حوثی‌ها به تأسیسات نفتی عربستان در شهریور ماه 1398 مجدداً افزایش پیدا کرد. در پی این حمله عربستان سعودی جمهوری اسلامی ایران رو به این اقدام متهم کرد و همچنین حملات به نفتکش‌ها در مناطق مختلف خلیج فارس رو به ایران نسبت داد. اما تهران این اتهامات رو رد کرد. جمهوری اسلامی توی ماه‌های اخیر تلاش‌های فعالی برای تقویت روابط با امارات متحده عربی رو هم در پیش گرفته و همچنین قصد داره تا روابط دیپلماتیک خودش رو با مصر هم با سازی بکنه. اما هر قرارداد نظامی بین ایران و اعراب مزایای خاص خودش رو داره. مزایای اقتصادی: هر دو کشور میتونن با خرید مشترک تجهیزات نظامی از صرفه‌جویی در مقیاس بهره‌مند بشن. این میتونه منجر به کاهش هزینه‌ها برای دستیابی به سلاح فناوری و زیرساخت‌های نظامی بشه. این قرارداد همچنین میتونه روابط اقتصادی نزدیک‌تر بین دو کشور رو تقویت بکنه و به طور بالقوه به فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بیشتر فراتر از بخش دفاعی منجر بشه. تلاش‌های مشترک میتونه به رفع نگرانی‌های امنیتی مشترک مثل مبارزه با تروریسم یا حفظ ثبات در منطقه کمک بکنه و پایان آمریکا را از این بین برداره. این میتونه به یه موضع دفاع جمعی قوی تر در برابر تهدیدهای خارجی منجر بشه. تمرین ها و آموزش های نظامی مشترک میتونه قابلیت های نظامی و قابلیت همکاری نیروهای مسلح هر کشور رو افزایش بده. روابط دیپلماتیک:
چنین قراردادهای نظامی میتونه نشون دهنده یه تغییر قابل توجه در چشم انداز ژئوپلیتیکی باشه که نشون دهنده تمایل به بهبود روابط دیپلماتیکه. ممکنه منجر به کاهش تنش‌های منطقه‌ای و درگیری‌های نیابتی هم بشه. بهبود روابط میتونه تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدگی به چالش‌های منطقه‌ای دیگه مثل درگیری‌ها در سوریه، یمن و عراق رو تسهیل بکنه. اگه ایران و عربستان سعودی همکاری نظامی داشته باشن، به طور بالقوه میتونه با کاهش پتانسیل رقابت اونها برای تشدید درگیری آشکار به ثبات خاورمیانه کمک بکنه. یک جبهه متحد بین دو قدرت بزرگ منطقه‌ای میتونه به میانجیگری مؤثرتر درگیری‌ها در کشورهای همسایه کمک بکنه. همکاری در زمینه فناوری و نوآوری نظامی هم میتونه به هر دو کشور اجازه بده تا منابع و تخصص خودشون رو با هم ترکیب بکنن و قابلیت‌های دفاعی خودشون رو ارتقا بدن. تبادل دانش میتونه پیامدهای گسترده‌ای فراتر از دفاع داشته باشه که باعث نوآوری و رشد فناوری در بقیه بخش‌ها هم بشه. یه قرارداد نظامی میتونه نشانه‌ای از تمایل به صلح و ثبات منطقه‌ای برای جامعه بین‌المللی داشته باشه. به طور بالقوه وجه جهانی کشورها رو هم بهبود میده. چالش‌ها و خطراتی که برای این گونه قراردادها در نظر گرفته شده، اختلافات ریشه‌دار تاریخی و ایدئولوژیک ایران و عربستان هستش که میتونه مذاکرات و اجرای اون رو پیچیده بکنه. همسوی استراتژی‌های نظامی، اولویت‌ها و منافع ژئوپلیتیکی اونها نیاز به بررسی دقیق داره. ایجاد توازن در اتحاد اونها با بقیه کشورها به ویژه ایالات متحده و متحدانش میتونه یه چالش باشه. هر دو کشور باید در نظر داشته باشن که احساسات عمومی و پویایی سیاسی مخالفت داخلی بالقوه با چنین قراردادی رو مدیریت بکنن. از اونجایی که عرب به تازگی با اسرائیل هم مراوداتی رو شروع کردن و این اصلا به مزاج ایران خوش نمیاد، این قرار و مدارها و دوستی هایی که ایران با عربستان میذاره 100% به مزاج اسرائیلی ها هم خوش نمیاد. اسرائیل ایران رو به دلیل برنامه هسته ای ایران، حمایت از گروه های شبه نظامی و لفاظی های خصمانه علیه اسرائیل یه تهدید منطقه‌ای مهم میدونه. اگه قرار بود ایران و عربستان سعودی از نظر نظامی با هم دیگه همکاری بکنن، اسرائیل ممکنه این رو افزایش بالقوه نفوذ و توانایی های نظامی ایران در منطقه تلقی بکنه که میتونه به عنوان یه خطر امنیتی تلقی بشه. اسرائیل بعضی از روابط پنهانی با عربستان سعودی رو شروع کرده که عمدتاً ناشی از نگرانی‌های مشترک در مورد نفوذ منطقه‌ای ایرانه. با این حال، یه قرارداد نظامی مستقیم بین ایران و عربستان سعودی به طور بالقوه میتونه این روابط رو تیره بکنه. اسرائیل ممکنه در مورد پتانسیل انتقال فناوری و افزایش قابلیت‌های نظامی که به طور بالقوه میتونه علیه اسرائیل باشه، محتاط باشه. پاسخ اسرائیل احتمالاً شامل ترکیبی از تلاش‌های دیپلماتیک، جمع‌آوری اطلاعات و احتمالاً بیانیه‌های عمومی باشه. اسرائیل ممکنه نگرانی‌های خودش رو از طریق کانال‌های دیپلماتیک خودش ابراز بکنه و احتمالاً از متحدان خودش در مورد هر گونه تغییر احتمالی در پویایی قدرت منطقه‌ای اطمینان خاطر بخواد. بدین ترتیب به پایان این برنامه از حاشیه نیوز رسیدیم. تا یه برنامه دیگه از این کانال، خداوند یارو نگهدارتون.